علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما هستند. آقای صدرزاده، پیش از هر چیز بپردازیم به صحبت‌های امروز حسن نصرالله. چه نکاتی در صحبت‌های وجود داشت؟ مناسبت سخنرانی آقای نصرالله هفته در گذشت یکی از بنیانگذاران حزب الله بود به نام آقای یاغی که به ابو سلیم معروف بود و از همطور گفتم از بنیانگذاران بود. قسمت اول سخنرانی هاش رو و این مراسم در شهر بعلبک برگزار شده بود و حسن نصرالله طبق معمول حضور نداشت، بلکه از طریق ویدیو ظاهر شد. مدت هاست که حسن نصرالله به پناهگاهی رفته از ترس اسرائیل و از پناهگاه با ویدیو با طرفداران خودش حرف میزنه. این امروز هم در حقیقت قسمت یا یک سوم از سخنرانی هاش رو در تعریف و تمجید آقای یاغی صحبت کرد که 68 ساله بوده، بعد از بیماری دراز مدتی مرده. بعد هم به مسائل روز پرداخت. اونچه که در مورد مسائل روز پرداخت، چیزی راجع به آینده نگفت که ما بتونیم نقشه حزب الله رو که میخواد چیکار کنه در دست بهش پیدا کنیم. فقط گفتش که ما اگر انتقام کشته شدن العاروری رو نگیریم، لبنان دچار خجالت ابدی خواهد شد، ولی اینکه چه کار خواهد کرد، چه این کار رو خواهد کرد نگفت. بعد هم گزارشی از 7 اکتبر تا به امروز داد و یک لیستی رو شمرد که چه کارهایی کرده، از جمله اینکه ما 670 به اصطلاح حمله کردیم به مناطق، به مواضع معینی از اسرائیلی ها. بعدم گفتش که ما موفق شدیم که بیمارستان های اینترنت بیمارستان های اسرائیل رو هک بکنیم و از هک کردن این، از این هک مطلع شدیم که در بیمارستان های اسرائیل بیش از 15,000 نفر سربازی هستند که مجروح شدن و قسمتی از این مجروحان ناشی از حملات ما هست. بعدم توضیح داد که چرا اسرائیل این ارقام رو منتشر نمی کنه، گفت چون جنگ روانی هست. بعدم رفت سر این که کسانی که به ما ایراد میگیرن که حملاتمون نمایشیه اشتباه میکنن، ما به جاهایی زدیم که دکلها و مناطقی که ما زدیم خیلی ارزش داشته، رقمهای دلاری بیان کرد که چقدر ارزش ضرر مالی به اسرائیل وارد شده. بعدم اشاره کرد به مردم لبنان در قسمت سوم و اینکه مردم لبنان باید بدونن اینکه ما در جنوب لبنان هستیم باعث میشه اسرائیل وارد نشه. اگه ما نبودیم اسرائیل وارد میشد و مثل گذشته بیروت رو بمباران میکرد. و این در حقیقت سخنرانی مفصلی بود. البته این هسته اصلی گفته های اون بود، معمولا وعظ خطابه هست و پر از سخنان و جملات مترادف هست و که ترجمهش به هر حال چندان ضروری نیست، ولی این نکات اصلی به اصطلاح صحبت‌هاش. در رابطه با همین مردم لبنان، آقای صدرزاده، پیشتر شنیدیم در گفتگو با ایران اینترنشنال لبنانی‌ها گفتن که نگران درگیر شدن لبنان در جنگ با اسرائیلن. چقدر احتمال داره حزب الله، حالا با توجه به صحبت‌های امروز حسن نصرالله، لبنان رو وارد یک جنگ تمام عیار با اسرائیل بکنه؟ اونچه که از سخنان نصرالله تا با امروز ما میدونیم، نصرالله نمیخواد وارد جنگ بشه چون میدونه که چه فجایعی برای لبنان به بار خواهد آورد. ولی رفتار حزب الله و یا عکس العمل های حزب الله به عملیات اسرائیل ممکنه ابعادی بگیره که واقعا جنگ انجام بگیره بدونی که حزب الله بخواد، ولی اسرائیل داره خودش آماده میکنه، چند صد هزار سرباز رو از غزه، سرباز و افراد ذخیره رو از غزه به مرز لبنان آورده. امروز حزب نصرالله هم در سخنرانیش گفت این در نتیجه فعالیت های ما بوده که اینها رو آورده اینجا. ولی این نگرانی در مردم لبنان بسیار بسیار زیاد هست و از به خاطر همین نگرانی هست که آقای جوزف بورل، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز رفته به منطقه و میخواد اسرائیلی‌ها رو
به اصطلاح مجاب کنه که دست به حملاتی نزنن که باعث گسترش جنگ بشه. آقای بلینکن داره، وزیر امور خارجه آمریکا، داره چنین کاری رو میکنه که رفته به اسرائیل و به منطقه. و آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز به نتانیاهو تلفن کرد و گفت مواظب باشید که تحریکات و حزب الله شما رو به جنگ نکشونه، چون اون فرانسه بیش از همه نگران لبنان هست، چون به هر حال یک مسئولیتی از نظر تاریخی برای لبنان در خودش احساس میکنه. بسیار متشکرم از توضیحاتتون. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراهمون بودید.